سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو یک بازی طراحی کردیم که توی این بازی 30 تا از بهترین بازیکنهای فوتبال رو آوردیم که این 30 تا از بهترین بازیکنهای فوتبال باید خودمون رو قرار بدیم به جای یک سرمربی حرفه‌ای فوتبال و اینها رو بر اساس چیزی که داخل این بازی هستش رده‌بندی کنیم و این رده‌بندی هیچ ربطی به این نداره که هیچ بازیکنی خوبه بده، فقط به این ربط داره که ما یک سرمربی هستیم و ببینیم که این بازیکن‌ها کدومشون به دردمون میخوره و کدومشون به درد نمیخوره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو بکنید که سریعتر برسیم به سیکا و بریم سراغ ویدیو. این بازی الان اومده بالا. این بازی رو من 0 تا 100 خودم طراحی کردم و اینجا 30 تا از بهترین بازیکن‌ها هستن. طارمی و آزمونم آوردم، اینا دیگه کاریکاتورشونه دیگه دست من نیست، قیافشون بعد طراحی کردم و اینجا 5 تا رده بندی داریم. از بهترینش میشه کاپیتان تیم که یه نفر کلا کاپیتان تیم میشه. از بین این 30 تا بازیکن فیکس 11 تا بازیکن رو ما باید بذاریم داخلش تعویضی و بعدش هم، یعنی اینجا گذاشتیم فعلا اینجا وایسا، یعنی فعلا نظری به راجی بهش نداریم و یعنی بدترین رنگی که توی این رده بندی داریم اینه که راش نمیدم تو باشگاه، یعنی کلا از این بازیکن خوشمون نمیاد همینجوری هر دلیلی داشته باشه. میخوایم شروع کنیم و باید با دلیل و منطق این رو بگیم. ما براتونم لینک این بازی رو داخل دیسکریپشن همین ویدیو گذاشتم، خودتون هم میتونید برید این بازی رو انجام بدید و واسه من عکسشو بفرستین داخل اینستاگرام ببینم که نظر شما چی بوده، آیا با من هم نظر بودین یا نه. آقا بریم شروع کنیم. خیلی هاتون گفته بودین طرفدار رونالدو یا اینا، من برای اینکه واقعا نشون بدم طرفدار رونالدو نیستم، همین اول رونالدو رو میارم فیکس تیم میذارم. این از این آقا. بعدی طارمی و ببین رونالدو رو که اصلا هیچ نظری راجبش نداریم، آوردیم گذاشتیم فیکس، این اصلا نظری ندارن راجبش. طارمی هم خوبه بازیش، تو فوروارد نوک میتونم ازش استفاده بکنم، اما خب اوورالی که بهمون میده اون اوورال خوب نیست، تم گلزنیه، یعنی اون تشنه گلزنی هست. طارمی میتونم رونالدو رو بیارم وینگر چپ ازش استفاده کنم، طارمی رو میذارم نوک. آقا فیکس دلیخته این بازیکن بعدیه، نمیدونم قیافش دقیقی میبینی یا نه. بازیکن بعدی دلیخته، ببینم تو دفاع میتونم ازش استفاده بکنم. اینجوری همه فیکس میشن که ببین دلیخته من میذارم فیکس. الان 3 تا شد که، یعنی اینجوری چند تا دیگه من باید بذارم؟ الان یعنی 8 تا بازیکن دیگه بذاریم اونجا پر میشه که همینجوری من دارم فرم میکنم. زلاتان خدای من خیلی دوست دارم، اما وقتی دیگه طارمی و رونالدو رو من آوردم نمیتونم از این استفاده بکنم، بنابراین زلاتان بیا تعویضی واسه، اینجوری فکر کنم بهتر باشه. میدونی یعنی تو نیمکت وای میسه با نیمکت نشینای تیم بغل کل میندازه، نیمکت ها رو آروم میکنه، این اصلا کارش مدیریته. بازیکن بعدی که خیلی هم زشت طراحیش کردن چیه؟ قیافه چی زشته. لواندوفسکیو بازم ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم چون ما الان فوروارد نوک. راستی چند تا باید تعویض داشته باشیم؟ چون یه تیم چند تا میتونه تعویض داشته باشه خارج از این که کلا لیگ قهرمانان باشه، لیگ قهرمانان که تعدادش کمه، اما کلا یه تیم چند تا میتونه تعویض داشته باشه واسه یه بازی که 11 تا تو بازی ان 11 تا بیرونن، اما کلی میگم چند تا هر تیم میتونه بازیکن داشته باشه، فکر کنم 25 تا میشه دیگه، اما من 11 تا رو میذارم تو تعویضی، 11 تا تو فیکس. داشتم میگفتم لواندوفسکی به دردمون نمیخوره، من به نظرم بیاریمش. بیا برو فعلا اینجا وایسا. خیلی دیگه الان خیلی فوروارد میشه، الان 4 3 تا فوروارد ما داریم تو تیم، یه دونه دفاع، نه هافبک داریم نه دروازه‌بان. مسی ای بابا چرا همش داره فوروارد میاد؟ من فوروارد و طارمی رو میارم توی فعلا اینجا وایسا. نه آره نه، طارمی رو میارم تو تعویضی، زلاتان رو میارم فعلا اینجا وایسا، البته که خیلی دوست داشتم باشه، ولی نمیشه سوارز و نایورد فیکس، یعنی اصلا راه نداره. مسی رو میتونم ازش وینگر راست استفاده بکنم، الان مسی رو نیارم بهش کنم بهم میگن چرا مسی رو نیاوردی، بذار مسی هم بیادش دیگه. ولی فوروارد که چی رو نمیارم ما تو تعویضی مگر اینکه دوتا وینگر بیاریم چون فوروارد نوک تکمیله. دروازه‌بان من نویر رو، این نویر رو چقدر زشت درست کردن، قیافه شبیه قورباغه شد. البته من خودم اینا رو کاریکاتور گذاشتم و گفتم یکم جنبه بالاتری پیدا کنه فانتر بشه کار، اما میتونستم عکسای واقعیشون هم بذارم. نویر رو آقا، نویر ازش خوشم میاد، نه اینکه کلا راش ندم. نویر رو آقا من میارم دیگه فیکس بداریم دیگه. بعدی که خیلی زشت طراحیش کردم و به نظرم بدتر
ترین طراحی بوده محمد صلاح بنده خدایی که ما محمد صلاح دیگه مسلمون هم هست نمیشه راش ندیم. من میارم اینو تعویضی. آقای بوفون ببخشید ولی من کلا تو رو نمیتونم راه بدم تو باشگاه چون سنت زیاده، اوورالت هم اومده پایین دیگه، کلا راه ندم تو باشگاه بهتره. آلابا خدایی فیکس باید باشه دیگه، فیکس باش. امباپه بنده خدا اینجا داره سوخت میشه، خودم باحال تراویش کردن. فورواردامون خوبن دیگه، سوارز وقتی هست، ما امباپه سرعتی خیلی، ما سرعت نمیخوایم، ما میخوایم تیممون تشنه گلزنی باشه. تارمی بیاد اصلا فعلا اینجا وایسه، من چون به نظرم حد داره خراب میکنه کنه، هم زلاتان انداخت پایین هم امباپه رو نمیشه دیگه. امباپه رو من بذار بیارم به جاش، امباپه رو بیارم به جاش، یه تشنه گلزنی باشه یه دونه سرعتی باشه تو تیم. این دیگه تفکر سرمربیگری، یه دونه فوروارد تشنه گلزنی یه دونه فوروارد سرعتی. سرانم فعلا بیا اینجا وایسا. کاپیتان واقعا الان چند تا شد؟ 6 تا ما فیکس داریم که. بذار کوتینیو رو من بیارم تو فیکس. نه میارمش فعلا اینجا وایسا، نظری راجبش ندارم فعلا، باید روش فکر کنم. اینو بندازیم داخل فعلا اینجا وایسا یا کلا راش ندیم تو باشگاه. برو بیرون بابا، برو بیرون، اصلا خوشم نمیاد ازش. نه خوشم میادش، اما تو اصلا به دردمون نمیخوره. میدونی چی میگم؟ هالند رو چیکار کنیم بابا؟ هالندم خیلی خوبه، اما دیگه سوارز استاد اینا دیگه، هالند اینا جوجن. بین امباپه و هالند کدوم انتخاب کنیم؟ آقا یک کدوم باید برم بیرون. زلاتان یه بیاد پایین، بذار بیاد اینجا. این اینو من بیارم اینجا تعویضی. اینو میتونیم وینگر چپ هم ازش استفاده بکنیم، یا اس اس هم میشه ازش استفاده کرد، اما اینو من میذارم نوک، تعویضی نوک خیلی خوبه. دیبالا بیارگام شبیر، بیا بارو بیرون. سانچو عقبتر میتونیم بازی کنیم؟ نمیتونی؟ نه بیارو بشبیرون. فندایکو میارم ترکیب اصلی، این راموس هم میارم کنارش که دیگه دفاع وسط رو ببندن. آلابا هم دفاع چپ، دفاع راست الان ما کیو بذاری؟ ای من فکر اینجاشو نگرده بودم اصلا، این همه 30 تا عکس گرفتم یه دونه دفاع راست توش نیست، سه دروازه‌بان هست، این همه فوروارد هست، یه دونه دفاع راست توش نیست. وای ترکیبمون خراب شد. دلیخت اونجا بود که، دلیخت رو چیکار کنم پس؟ نمیشه که آخه سه تاشون اینجا وایسن، سه تا دفاع وسط، مگر اینکه سه دفاعه کنیم؟ ببین ما اصلا دفاع راست نداریم، بنابراین باید ما آلابای عزیز دل کلا راش ندیم تو باشگاه. پیکی ببین اصلا تو نمی گنجی تو این ترکیب، مثلا تو رو بیارم به جای راموس، بیارم به جای دلیخت. بیا برو بیرون بابا، بیا برو بیرون. نیمار رو چیکار کنم ای خدا؟ نیمار رو چیکار کنیم؟ چی شده؟ اونجا چرا یه بازیکن کم شد؟ اینجا نیمار داریم، نیمار رو میاریم. خوب شد، اصلا وینگر چپ نداشتیم، خوب شد. نگاه امباپه رو بردم اینجا دیگه، چاره ای نمیشد. من به نظرم این هالنده رو بیارم به جای امباپه. ترجیح همینه که یه دونه تشنه گلزنی داشته باشیم، یه دونه سرعتی واسه فوروارد نوک. هاف بکام آرتور ملو هست، کانته هست، فرناندز هست، پوگبا هم هست. کلا ما چند تا بازیکن میخوایم؟ 7 تا کم شد. ترکیبمون چند میشه؟ 3-4-3. یعنی 4 تا من با هاف بک بیارم؟ نداریم اصلا 4 تا هاف بک. 100% من کانته رو میارم داخل، آرتور ملو رو میارم کلش مثل خروس میچرخه، یعنی اون وسط سی ام اف قشنگ، یعنی هافبک وسط قشنگ میتونه باشه. بعدم میاد ازت، اصلا خوشم نمیاد ازت، آدم نچسبی هستی میدونی؟ نه آقا شوخی کردم، اینم خوبه منتها به درد ما نمیخوره. این یکم جوانتره نیست؟ یکم فرناندز فکر کنم جوانتر باشه. من فرناندز رو برم تکیب اصلی، پوگبا رو میارم تعویضی، کورتوا رو 100% میارم، معلومه تو رو نمیارم. بوفون چی فکر کردی؟ میتونم هازارد رو بیارم به جای مسی؟ نه یعنی میتونم هازارد رو بیارم به جای این وسط مسطا که مسی بیاد عقب‌تر، هازارد بره مثلا وینگر راست واسه که اوورال خوبی هم بهمون میده، یا میتونم مثلا رونالدو رو ببرم وینگر راست، نیمار رو بیارم وینگر چپ. مثلا هازارد خوشم نمیاد ترکیب اصلی واسه. دیبالا کرل خیلی خوبی بهمون میده، بذار دیبالا. آقا دیبالا رو میارم تو، دیبالا رو میارم تو. ترکیب اصلیمون فیکسمون درست شد، تعویضیامون
ای خدا، چرا دفاع من کم آوردم؟ بذار آلابا رو میارم تو، به جای اینا میتونم استفاده بکنم. اصلا از این خوشم نمیاد، اما بردمش دیگه، بردمش. چند تا شد؟ دو تا دفاع، یه دروازه‌بان، دروازه‌بان میمر، هافبک کم داریم. ای خدا، ویدال رو باید بیارم تو. ای خدا ویدال بیا تو با اون دهنت. چند تا شد این؟ سه تا فوروارد. ببین من سانچو رو اگه بیارم، این آر ام اف خوبیه، میتونه بهمون آر ام اف بده، یعنی بشه، این خوبه دیگه. کوتینیو، لواندوفسکی اصلا انداختم بیرون، یادم نیستش. همون بیرون باش لواندوفسکی، یه بازیکن خوب، بازیکنیه که بتونه در 11 تا پست زمین بازی کنه. بیا بیا دفاع واسا، میفهمی حالا در 11 تا پست بازی کردی. کینو هازارد موندم با پیدا کردن کاپیتان. شما دوتا اصلا نمیتونین بیاین، متوجهی؟ اصلا ترکیب پر شد. هازارد اصلا برو بابا، برو اصلا. از 2000 چند بود، 18 بود که همینجوری داره میاد پایین روند رشدش. کین هم خوبه واسمون، اما فعلا اینجا وایسا، یعنی قشنگ معلوم من مهاجم پسندم، همه مهاجما رو گذاشتم فعلا اینجا وایسا. میمونه پیدا کردن کاپیتان. کاپیتان رو ما کی بذاریم؟ فنداک هم خوبه. ببین این سه تا، ایشون، و ایشون. راموس خیلی خوبه، خودم ندارم با راموسه، اما فنداک به نظرم نه، خیلی تجربه کاپیتانی رو نداره. نمیدونم چرا، اصلا از خودم دارم یه سری حرفا در میارم. نویر هم خوبه، نویر کاپیتان زیاد بوده، سنش هم بالا، دروازه‌بان هم هست، رهبر خوبی هم میتونه باشه، داد و بیداد کنه. من راموس رو میارم کاپیتان تیم، نظر شما چیه؟ آقا این شد از رنکینگی که ما به عنوان یک سرمربی برای 30 تا از بهترین بازیکن‌های فوتبال جهان داشتیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لینک این بازی هم توی دیسکریپشن هست، خودتون برید بازی کنین، واسه من بفرستین عکسشو که ببینم شما چجوری بازی کردی. حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو بکنین، دیسکریپشن برسیم به 30 کافه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.